از خون سیاووشم، من خون سیاووشم، از خون سیاووشم، من خون سیاووشم، از جامه سفیدانم، هر جامه نمی پوشم، از جامه سفیدانم، هر جامه نمی پوشم، هم ساری عوض ساریم، هم آتشی زردوشم، هم سالی عوض داریم، هم آتشی زردوشتیم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همدلی و حمایت شما سپاسگزاریم. رخ یا ما که از رخ یا یادگاری داریم، هر دم از فراق یا ناری داریم، ناری داریم از فراقی ها. فعلا ای شیخ، یا تو را یادگار ما ولمن و آگاه باش، ما سوخت دلان هم، ما سوخت دلان هم، خدا آرزو میکنم که روزگار تو بهتر از آنچه گذشت باشه و خواهد بود. از اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی میخواهیم که اینک که برخواسته ایم تا دیگر گونی بیافرینیم، ما را یار و یاور باشد تا اهرمن را از سرزمین من بیرون بران. من به شما قول میدم که اگر به این برخواستن فکری ادامه بدید و دنبال رو به بچه ها و جوانان باشید، سال آینده بسیار سال پر ثمری برای مردم ایران خواهد بود. همچنان که این سالی که گذشت، شما فکر نکنید ما کشته دادیم، شهیدانی دادیم و چه، خیلی برنده شدیم، خیلی پیروز شدیم، پیروزی بزرگی به دست آوردیم. اینو یادتون نره. الان کی دیگه چادر سرش میکنه؟ چادر و روسری یکی. کی دیگه میگه من مسلمانم تو اون مملکت؟ این دوتا. کی دیگه شیخ و ملا رو براش ارزشی قائل زدن، اماما رو برامدن و کردن که الان خودشون، تا حالا خود اینها گفتن ها، خودشون 18,000 تا شیخ و ملا گذاشتن و رفتن، یعنی یا از اون مملکت خارج شدن یا از اون حوزه خارج شدن، برگشتن به ده و شهر و روستای خودشون. 18,000 نفر و اینها مجبور شدن حتی برای طلبه های حوزه های خریت سازی خودشون بیگانگان رو از آفریقا بیارن. آفریقا سرزمین خوبیه، چاکرشیم، ولی یادتون نره که ذهن و عقل و ذکاوت اون کسی که میره درس میکنه، کتاب بکنه، تحصیلات داره، با اونی که نداره یکی نیست. تحصیلات هم نیست همش، سابق درس نمیخوندن که، کتاب میخوندن. کتاب خانی شما رو میتونه بسیار به جایگاه هایی برسین که کسی نمیرسه. پس زدن روحانیت، گفتن این که ما دیگه مسلمان نیستیم. مجید رهنورد که میگه آقا من قرآن پرآن نخونید واسه من، شادی کنید. کیان پیر فلک، اینا همین پیروزی بزرگی بود برای ملت ایران، پیروزی بزرگ بود. درست رژیم نشان گرفت، هدف گرفت، زد بچه‌های ما رو، ولی خون اونا میگن از خون جوانان وطن لاله دمیده. این همین دمیدنی بود که تمامش کرد نظام رو. شما در نظر بگیرید، با اینکه بارها گفتم دیگر بار، به خاطر اینکه این بچه ها رو میخوان مجاهد
نمیدونم کیه، کورکورانه است اسمش، هم تفکیر میخوان اعدامش کنن و به جرم کشتن پیرفلک. بعد دیدم که میثم پدر کیان صحبت کرده دوباره و باز تأکید کرده که شاکی نیست از این ها، و چون خودش توی ماشینش بوده، اتومبیل گواه هست و دیده است که مأمورای رژیم زدن بچه‌شو کشتن، ماشینشو رو گوله بستن، نه این آقایی که اینها گرفتن میخوان محاکمه کردن و میخوان اعدام کنن اینا. اینو خودش میگه. پس از اعدام اونا باید جلوگیری کنید. و نکته ای که میثم میگه، مادرش هم سر خاک گفت که بچه من از قرآن متنفر بود. این خوب گوش کنید، این خوب گوش کنید، کیان افلاطون هم میشد الان برتر از افلاطونه. کیان بزرگ میشد، میشد بابک خرمدین که بکشنش، الان بزرگتر شد از بابک خرمدین زمان ما، چون 9 سال 10 سالش بود رهبر شد، 9 سال 10 سالش بود پیامبر شد. شما بچه‌ها این عمه خاله بیبیتون رو باید روشن کنید، یک نهضت روشنگری باید را بندازین، صحبت کنید، اینا رو از پای سجاده و دین تازی بردارید، بگید ما خدا رو قبول داریم، خدای ما اهورامزدا دانا و تواناست. آیین اوستا، آیین زرتشت که میگیم، نوین زرتشتی که میگیم، دین نیست. ما تبلیغ دین رو نمی کنیم، نمی خواهیم از این چاه در بیام توی چاله دیگه بریم، نه. آیین اوستا، آیین زرتشت، آیین میترا، این همه آیین هست. وایس خودتو ببین، هم آیین هم آیینه، و بعد زندگی خودتو بساز، بهشت رو همینجا بساز، جهنم خودتو همینجا خراب کن. فلسفه زندگی است که ما آموزش دادیم. انستیتو اوستا، اندیشگاه اوستا که 40 خورده سال ما راه انداختیم، از هنگامه رادیو آوا ایران تا کلاسایی که خصوصی تو شادفتر شانزلیزه دادیم و اینها، و بعد گسترشش توسط تلویزیون در سراسر جهان، بچه‌هایی که آموزش یافتن، این بچه‌های اندیشگاه اوستا دیندار نیستن، دین رو میزنن ولی خدا رو میشناسن، آفریننده هستی میشناسن، خودشونن خدا، خدا خودشونن، در درون خودشون خداست، امید شور عشق، اینا رو پرستن میدونن. خب اینها شما باید پدر مادر و اینا پیر پیر پاتال اینا روشن کنین، آیین تازی رو از سرشون بیارن بیرون، پیر فلک بشن. کیان پیر فلک، همونطور که من اگر به خاطر بسپارید چون 25 سال تلویزیون برنامه رو ببینید، از قدیم من نمونه های کیان رو برشمردم برای شما، اینا میمدن پاریس من میدیدم، چون بچه 9 سال 10 سال نشسته روشن شده، معلمشون گفت پیغمبر محمد میاد روز قیامت دم جهنم وای مسته، هر کی که میخوام بندازم تو جهنم میگه خدا این منده ما بود، لطفا ولش کن نندازش تو جهنم، ببرمش بهش، میگه ببر بندگانت را به بهشت. این مزخرف رو یک بار یه بچه مثل کیان 20 سال پیش، مثل کیان پیر فلک به معلم دینیش میگه، مامانش رو باید به من گفت، پاریس بچه هم دیدم، و بعد اونجا مادرش رهزار میکنن اونجا، و بعد در اصفهان هم بوده، نمونه تبریزش هم داشتم، نمونه مشهدش هم فرمون داشتم. بعد میگن که خانم اینا چی می بچت میاد این حرف رو میزنید؟ میگه ما چیزی یادش ندیم، ولی خب راست میگه. میگه چطور؟ میگه آخه مگه محمد از خدا مهربون تره؟ بچه چون پاریسی بوده میگه مگه ژانتی تره؟ میگه نه. خب مزخرف چی بوده شما تعلیمات دینی بهش گفتی که محمد وای میسته اینا رو؟ نه 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 جهنمی بنده که من بود هستی بنده که من بود. این مزخرف ها چی؟ یعنی محمد که بنده خداست، رسول پستچیه، الله هم تازه هست، از خداوند بزرگ بخشنده تر، رحمان تر، مهربان تری که میخواد بره تو جهنم؟ مهی اصلا در مدرسه شورش شد، از رئیس مدرسه تا تعلیمات دینی همشون ذهنشون یک تلنگر بچه باز کرد. حالا کیان پیر فلک، فکر نکنید مادرش که میاد سر قبرش اون حرف رو میزنی، تو مدرسه با بچه ها بحث میکرده، بارها بهتون گفتم من بچه ها به من صحبت کردن، تماس داشتم، تو مدرسه بحث میکرده، روشن میکرده اینا رو، میگفته آقا خدا چی، دین چی، پیغمبر چی، قرآن یعنی چه، چرا باید بخونیم وقتمون علکی هدر کنیم برای قرآن خوندن؟ ما باید شیمی بخونیم، فیزیک بخونیم، کارهای دستی که خودش میافریده اونجا، و خلاقیت های رنگین کمانی. بعد تو مدرسه همه میدونستن که این بچه اوستا اندیش و خردگرا و لایک هست و نقد به دین تازی میکنه.
برای همین ماشینشون رو نشون میگیرن میزنن. اینا رو نشون گرفتن یه دیر زدن که فکر کنن بخوابه. خوشبختانه مردم ایران همیشه ققنوس از خاکستر برمیخیزه، برخواستن و دو جهان رو رنگش رو عوض کردن. این کارهای مردم ایران، مردم بزرگی داریم ما. مردم بزرگی داریم. این مردم بزرگ رو باید قدرشون رو بدونیم، قدرشون بدونیم، سپاسگزارشون باشیم. پدر و مادرهایی که بچه آقا طرف مذهبی بوده، الان دیگه نیست، الان دیگه میسم به خاطر بچهش، به خاطر خودش، مادرش، اینا دیگه مسلمان نیستن. من میگم، اونا اگرم نمیگن مسلمان نیستن. و تقصیر شماست تا زیان حاکم بر ایران که مردم ایران را از دین خودتون خارج کردید. همه ایرانی ها مسلمان بودن که آقا پدر خانواده آقای پیر فلک که اسم به بی قشنگی آریایی داره، باباش اسمش میذاره میسم، یعنی میسم تمار خورما فروش رفیق محمد. یعنی اینقدر بنده خدا مسلمان بوده، به اسلام عقیده داشته، به مزخرفاتی که آخوندا میگفتن این باورشون میشده. ولی شما بچه 9 سالش رو میکشید، 10 سالش رو، و کاری میکنید که نه تنها اون، تمام قبیله، تمام شهر دین شما رو دفنش میکنن. آیین، آیین بهین نوین زرتشتیان، اوستاگرایان، اوستاگرایانی که خداوندشون اهورامزداست، هم داناست هم دواناست. بعد میگه شما مثل من بشید، مثل من باید باشید، همتون دانا و توانا، قدرتمند در نبرد با اهریمن که دشمن من اهورامزداست. من اونو نیافریدم، اونم یه آفریده است از بدی، از پلیدی، از پلشتی، از زشتی، از کینه، از ستم، از هراس افکنی، ترور، از نابودی، ویرانگری. من اهورامزدا هستم، بخشنده و مهربان. از من بایستی تبعیت کنید و برای خودتون کار کنید، مزدور کسی نباشید. حالا این مبحث رو که شما داشته باشید از نظر فلسفی، منم همیشه از همون قدیم که در مشهد نشریه ارشاد رو منتشر کردم، هنوز وزارتخونه ارشاد درست نشده بود، اطلاعات جهانگردی را ارشاد نکرده بودن. من از بهمن 57 تازی نشریه ارشاد رو منتشر کردم. اولین شعاری هم که دادیم در اونجا، جز اینکه آزاد تعامل عقل مغاربه، گفتم هر یک از شما، هر یک از شما بایستی خودش پیشوا باشه، پیشوا بایستی باشید شما. و ما حزب نداریم به این ثبت نام کنیم که بعد بلتن ما، اسم ما لو بره، شما بگیرن. نه، تک تک شما بایستی بشید یک زرتشت، یک افستا. و الان همون شده در ایران. ایران الان اونه که من جلسه بسته میکنم، نه، ولی مردم ایران وقتی که کیانهاش در 19 سالگی ابو علی سیناست، دیگه بقیه رو شما ببین. این است که مهربان یاران، رسالت بچه ها اینه که چه بکنن؟ رسالت شما این هست که اونهایی که هنوز سر بر آستان تازیان دارن روشنشون کنید. تا میگه الحمدلله، بگو تو چرا بوت تازی رو سپاس میگذاری؟ الله الف و لام به اله اضافه شده، بوت بزرگ قریش در کعبه بوده. خدا به عربی هم تازه میشه رب، نمیشه الله. اون بوت نگو الحمدلله. میگه انشاء الله، زود بهش بگو مادر بزرگ، نگو انشاء الله، بگید، بگید، نگو انشاء الله. انشاء آن بت، یعنی اگر اون بت خواست تو میخوای کاری بکنی؟ نه، بگو من قاطع این کارو میخوام بکنم، من اون بت کاری ندارم، من این کارو تصمیم گرفتم انجام میدم، تا پای جان میرم انجامش میدم، موفق میشی. نمونه بهتون میگم، از کسی نمیخوام فاز بیارم که بگه چرا اسم من مرد، از خودم براتون فاز میارم. من نوغون میشه به چه میشه تو پل محله ورگزدم، به همه آرزوهام که خواستم رسیدم، تازه فراتر از اونم بهش رسیدم، فراتر از اون که فکرشی میکردم بهش رسیدم. خواستم توانستن است. نگفتم انشاءالله،
اهورامزدا در ذهن من بود، خداوند توانا قادر در ذهن من بوده و هست که به عنوان یک قدرتی که به من همیشه توان بده، انرژی بده، امید بده، سلحشوری بده، این اون بوده. ولی من خودم از جان پا شدم، من خودم رفتم انشاء اوستا، اگر خودم خواستم پیروزم. الان شما اکثرا تو خانهاتون خوابیدین میگین که ایران آزاد میشه، تو خانهاتون خوابیدین لم دیدین پاپای تلویزیون ها و فلان اینا که هر دفعه براتون تلویزیون تازه در میاره، بعد میگه که اینا میبنده. سال آینده به شما بگم، سال آینده تحولات بزرگی در جهان پدید میاد، به ویژه در داخل ایران، و یه چیزای نوعی اصلا که تو شما فکرش نمیکنی، خیلی از این چیزایی که میبینید میره، اصلا میره دیگه این دفعه. حالا امروز میخوام به یک نکته مهمی هم بپردازم، اون اینه که ما سرمونو بند نکنن، باز سرگرممون نکنن، دوباره نخودسیا بفرستنمون باید دوباره بیان رو ما سوارشن. الان شما تا الان پیروز شدید مردم، برید جلو، برید جلو و از آیین اوستا، از آیین کهن 7700 ساله از تاریخ خودتون حرف بزنید، پشتیبانی کنید، تازیان رو دفن کنید، فکر رو، عقیده و اندیشه شما. اینا هر دفعه یه میان برای شما یک چیزای انحرافی میسازن که جیبتون رو خالی کنن، مختون رو خالی کنن، هم مخ رو خالی میکنن هم جیب. من یک مثال رو بارها گفتم، یعنی چند بار گفتم، چون زمان میگذره نسل جدید میاد با این برنامه میشینه، باید دوباره بگم. اونی که این مثال خیلی مهمه، در فلسفه میگه که شما برای اینکه طرف موضوع رو خوب بفهمه حتما یک مثال بزن. مثال خیلی مهم و خیلی خوب. مثال ببینید، گوش کنید، ما در نوغان که تا پل محل زندگی میکردیم، بچه که بودیم، یه همسایه داشتیم، یه همسایمون دو تا پسر داشت، یکی از پسراش دبیر دبیرستان بود، خیلی کت شلوار کروات میزد میرفت فلان اینا، یکی دیگه شون اسمش بود محمد علی، به چای محل میشدی یا به کسی محمد علی باشه میگن مندلی، مندلی شنیدین؟ مندلی بیم گفتیم، خوشتیب بود و خوشفهر. ولی شبا ما تو حیات وقتی میخوابیدیم تو تابستون دیگه میدیدیم یکی در همجی میپره خانه ها رو از یه پر بار از یه پر بار یه پاموشه نمیشه از تو گادیم مندلیه مندلی شبا میرفت از این دیوار با پشت بومینا تو حیات نام ولد اینا خواب دو بودن قالیچه هاش رو بلند میکرد یا چیزی دیگه بلند میکرد. خلاصه وقتی مندلی میپرد شبا من فهمیدم یه دو تا خونه میشه بخالی شد. یکی دیگه از کارهای مندلی بود که این کار یکی رژیم میکنه، انگلیس میکنه، همه نمیکنن، شما حواستان جمع بشه رو هم بدونید. مندلی همیشه میکار میکرد، تو یه کارش که کرد، من چون خودم شاهد بودم، ما هم جزء تیم بودیم باش رفتیم، شاهد بودم براتون این واقعیت چه تعریف میکنم. یه روز من گفت بچه‌ها می‌خوام بریم سینما، بریم محمد حسین. ما گفتیم بریم سینما سهم خودمون می‌دیم، چون ما بعد تو میرم دعوت می‌کرد. تا ما خواستیم اینطوری داشتیم می‌رفتیم بریم ارگ سینما، گفت بچه‌ها یه اکثری بریم تا کوسنگی. گفتم او را دوره تا کوسنگی. گفت نه اکثری بریم کوسنگی، یک حالی بکنیم، برگردیم بریم سینما. ما 7-8 نفر بودیم، شاید هم کمتر. با مندلی، مندلی آرتیست محل بود، آرتیست محل بود، دوست آرتیست محل. ما رفتیم با مندلی، خود رسیدم اوایل خیابون کوسنگی توی فرعی هاش که میرفتیم، یه سری بچه بودن اینجا، کوسنگی محله پولدارای مشهد بود اون موقع، حالا نمیدونم موقع پولدارا نزدیک احمدآباد، یک سری بچه داشتن اونجا فوتبال بازی میکردن با یک توپای پلاستیکی، نه یه هایی دیدیم اونجا وایستاد و عکس اینجوری زد و همه بچه بیان اینجا، بچه بیان اینجا آمدن و این ساعتش نشون داد، گفت بچه این ساعت ما چطوره؟ همه گفتن آره چه ساعت خوبیه، وا کرد، گفت این ساعت هم مثلا داد دست یکی از بچه که با ما بود، گفت این ساعت هم به یکی از شما ها، همه خوشحال شدن، گفتن باری کلا، گفت از اینجا تا آخر خیابون که کوسنگیه مرن ها میان، هر کی زودتر رفت و برگشت ساعت مالویه، همه خوشحال شدن و گفت به خط، همه به خط، ملت ایران به خط، ملت ایران به خط، هر روز صبح
با یک خبری، با یک مزخرفی شما رو به خط میکنن، به نرگس بند میکنین، به اسقر بند میکنین، به حسین بند میکنین، به نقی بند میکنین، که سید علی رو، رئیسی رو، قالیباف رو، لاریجانی و کارستانیس رو، خبرگان رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام رو، ائمه جمعه های شهرهای خود رو از یاد ببرین، بدبخت ها و میبرین. اون همه چی به طرف خالی میکنن که یک موقع میتونه آقای بود به خط، به چا به خط شدن، هر روز شما رو به خط میکنن، تا به خط شدن گفت ما سود کسات هم حرکت میکنه، هر کسی دوید و رفت، یا اومد سود بزنن آه نشد. ببین چی جور گولتون رو میزنن، همین جور گولتون میزنن مردم، همین جور مثل مندلی گولتون میزنن. گفت نمیشه که اینجوری شما تو یکیتون کفش کتونی پاشه، یکیش کفش ملی پاشه، یکی نه دمپایی پاتانه، همه هم قیمت ها بالا، به چون بالا شهر بودن کفششون هم گرون بود، مثل بقیه هم که یک کف در سال میخریدن کفششون فلان بود، کفشوی با حال گرون. گفتم خب حالا چرا کنم؟ گفت ها همه تان کفشتون اون گوشه در بیارین، مثل تو مسجد بریز اونجا کفشتو، همه تان پا برهنه بود، ببین بعد وقت پا برهنت کردن رو میکنن، لختتون کردن رو میکنن، میخندید، خوشحالید که به این اون فوش بدید که اونا شب تصمیم گرفتن تا اونا رو فراموش کنید، همه به صف شدن پا برهنه. گفت یک دو همه به چادو میدن، میدوانم شما رو 1400 سال بودو برو، 44 ساله بودو برو، چکار داریم یه آخوندهای دزد و فلان و جنایتکار تا همین الان بچه ها دارم میکشه، چکار داریم تو به اینا، تو به بی آقاها بی خانم بند کن، بی خانم بند کن، جایزه نوبل گرفتی، چرا جایزه نوبل گرفتی، باید بی بند کن، آبرو رژیم رفته بند کنیم، بی این با اون بند کنیم، بد وقتا. میگو بچه هم که دو بیدن میدونستن مندلی چی تو خرشون کرد، ما خرمون دارن میکنن 1400 ساله، روشن شیم. بچه ها دو بیدن به وسط های خیابون که رسیدن 300-400 متری از دور شدن، یک بولیز داشت، بولیز این بولیز در آورد تهش گره زد، این کفش ها اینا رو همه ریخی تو، دو سه تا کفش که به درد نمیخورد انداخت کنار، بقیه کفش ها ریخی تو، بقیه رو هم تیشرتش ریخی تو کرد و انداخت رو کل پشت بشه، به چا برم به چا برم. کجا رفت؟ یاد تا نیست شما اون آقا خیامون تبرسی مشهد یک محل دیردش برم چارشن بازار، شما جنس های دست دوم تو میرفت اونجا چارشن بازار میفروخت، الان حتما یه جایی هست که تلفن‌های دزدی و فلان اینا می‌دزدن می‌رونن رو می‌فروشن، موقع مثلا ضبط ماشین ما که بلند کرده بودن رفت در اونجا بفروشن، بعد جاوید جان رفت گرفت کتکشون هم زد، یک جاوید میشه دیم آقا ضبط صوت ما رو گرفت آورد مثلا. حالا یهو رفت چارشن بازار، این کفشا رو یکی اونجا بود باش رفیقم بود اصلا، رخ جلوشو گویم شما اینا رو نگاه کرد در ورد پیاد یکم بی پول بدی هم گذاشت دیش حال گفت بچه بریم سینما، حالا تفنی ما برد سینما بچه ها برای خودش که نه برای هم. شما اینجوری سرتون رو بند میکنن سینما هم نمیپرنتون که هیچ جیبتون هم خالی میکنن، یعنی جیب خودتون هم خالی میکنه. اینا رو به چه میشه دیگه که تو قدرتن؟ میدونی که الان میشه دیگه تو قدرتن؟ به چه دیگه آدم های خوبی هن مثل همه ملت ایران، ولی الان هر ستا قدرت دست مشهدی هست، قالیباف مشهدی، رئیسی مشهدی، مویم مشهدی، خامنه‌ای مشهدی، مشهد انسان های بزرگوار داره، فکر نکنی که میگم مشهدی ها چه هستن، نه، ولی خلاصه مندلی مشهدی بود، این ستا مشهدی هست، ملت ایران هم مشهدیه، به صفه، شما به صفید، میدونن شما رو، سینما هم نمی برن تون، آرتیست ها تنم میزنن میکشن، بدبخت، یه مش تازی، یه مش تازی، بیگانه با سرزمین و میهن من جوک در میاره، یه آخونده این رو گفت، اون آخونده این رو گفت، یه آخونده ببین چی میگه، به جون تو میخندی اینقدر که چی، تو رو جون عمت این برای همه بفرست، بفرست، هر روز هم میزنم تو سری کار با این چیزا، باید این چیزایی رو که ما به شما میگیم پخش کنید،
میترسین؟ تو خود ایران که الان دارید میبینی چگونه دارن ترتیب عمل میدن. خب حالا شما اکثری که میای این نشخوارهای وزارت اطلاعات که شب میشینه برنامه‌ریزی می‌کنه که امروز سرتون رو با چی بند کنه، امروز جریان دارجوش مهرجویی الان همه دامنش سوال می‌کنه زده کشته باید گلپا رو از بین ببرن، هنجر طلایی رو باید از بین ببرنش. دو ماه قبل من به شما خبر میدم، دو ماه قبل میخونم مامتالیست میدونین هم چی؟ یعنی ذهن خانهار شون اینا این چیزا الان علم یک سری موارد در جهان غیب گویی که میگن یه رو آخوند رمال پدر سوخته شارلاتان تار مانتالیست. تو وقتی که مندلیا رو بشناسی، آخوند رو وقتی بشناسی، روحانیت که بشناسی، میدونی الان کی درست ضرب فنی میشه با این قضیه. این به فکر اینه که یه کاری بکنی که یه خبر تازه بیاورینه تو اون خبر از بین بره، میلیاردها دلار پولای شما رو بدزده. این میلیاردها دلار که دزدیده تونل زده چندین هزار کیلومتر. میدونین تونل رو از کجا زدن؟ نمیدونین؟ نمیدونین تونل رو از کجا زدن؟ میگم بهت، میگم بهت، تونل رو از ایران زدن تا عراق رفتن تا سوریه رفتن. چی شد؟ از ایران، عراق، سوریه و لبنان و غزه. تونلاشون اینجوریه، یعنی یک علم و تکنولوژی تونلی دا در آوردن. خب خود اینا زدن، این کارگره چی کنم کنن؟ اون مهندساش کجا تربیت شدن؟ مهندسه که اینا رو مهندسی کردن خارجی هر کنه برن که زور بفهمن چی اگه برن چشمستن رو طوله داری که زدن که الان زیره خود یه تروریسته تو اونجا هست و زیره تو خود ایران موشک های زیر زمینه تونله همه به هم راه داره سیستمیه. این تونلا فراتر از این مترویه که در اروپاست، که در خود در فرانسه است، در خود تهران هم مترو سدن جای دیگه ما بذارن. این علمی که هست که مترو صد و خورده سالی تو فرانسه ساخته شده، تهران هم مترو ساخته شد، پسر رفسنجانی رئیسش بود و فائزه شون که دیدید دیگه، دیدید کارمندان فائزه تو زن که توقیف شد شما نمیدونین کجا کار میکنن و کجاها هستن. حالا این که از تونلای اینا و ذکاوتی که غرب داشته و در اختیار اینا گذاشته، غرب هم همه چیزش الان برای پول، قبلم برای پول بود. یکی از علل اصلی برای اینکه شاه عزیز ما رو سرنگون کردن، اون اقتدار رو، اون قدرت رو از بین بردن، اون رفاهی که تو ایران داشت ساخته میشد برای همه از بین بردن، فقط پول. ایران به دنیا پول داده بود، طلبکار دنیا بود، میلیاردها دلار پول سرمون گذاری کرد و تو خارج از کشور. اینا چون از اول خودشون میگن، میگن آقا این نفت میخوای بازه، ما امکانات داریم، تونل میخوای، مترو میخوای، اینا 20% مال ماست. ترامپ آمد علنا گفت، 40 سال پیش ویدیوش هست من پخش کردم، ترامپ علنا گفت که سعودی ها چرا 20% ما رو نمیدن، باید 20% ما پول بده، ما ازشون پشت رو کنیم نفت صدر کنن، همین چی باید بدی، اگه ندی ترتیب تو میدن. محمد رضا شاه به اینا حق حساب که نمیداد، سرمایه گذاری میکرد. از فرانسه براتون شروع میکنم، اوریدف فرانسه رو که اتم میسازه میاد 25% شریک میشه، جدا از اینکه 25% شریک میشه 1 میلیارد دلار هم پول میده برای صندوقی که میخواد راه بیفته مثلا فلان اینا، جدا از 25% که میگیره 1 میلیارد دلار وام میده به همین تشکیلاتی که خودش تو سهام داره، درست شد؟ 3 میلیارد دلار دیگه سرمایه‌گذاری مختلف کرده توی فرانسه. ایف سن لوران رو میشناسین که مارک؟
یف سالوران با پول ایران شد یف سالوران. اومد عروسی شعبانی جان عزیزم خانم خوشگل قد بلند اپرو کمر اومد عروسی ایشون رو مستید. من این فیلم چیم بهتون بشون دادم قبلا برید تو برنامه هم ببینید. بعد اولین پول 1,000,000 دلار گرفت اومد اینجا تو شانزیزه دکون با کرد. بعد بعدش هم با کریستیان دیار چه کرد؟ مارکای فرانسوی مارکا شو. یا مثلا موزیسین برجسته‌ای که اینجا بود و پاران تو ایران یکی تو سطح فرهنگی هنریش تو سطح دیگه مثلا یه سیستمی هست که الان تو کانادا دیگه مد شد، آمریکا مد شد، فرانسه اون سالا شروع شد. این مرکزهای خرید شما میگین سانتر کومرسیال، مراکز تجارتی که در فرانسه هست، کرتیر که ساخته بودن پول ایران بود. اکثر جاهای دیگه هم پول ایران بود، سرمایه گذاری با ایران بود. حتی کرتیر رو من اون سال تازه وارد اینجا شدم جلسی داشتم با شهردارش کرتی، جایی که دکتر کوروش آریامنش رو کشتن، حومه پاریسه، نزدیک مترو تا اونجا میره. من دانشگاهش اونجا درس خوندم، دانشگاه کرتی. اونجا عرض کنم خدمتتون که شهردار اونجا که منصور دلبسته رفیق من زنش کارولین منشی شهردار بود 40 سال پیش به من گفت مرکز تجارتی بی قشنگی که میبینی ما اسمش رو قرار بذاریم فرع دیبا. آره انقلاب شد به حق کنم چطور؟ از خاطر پول شهیران داده بود. این یک نمونه است. خیلی 3,000,000,000 دلار اجوری شاه در فرانسه سرمایه گذاری کرده بود. در آلمان اوریدوف فرانسه بود، اونجا گروپ کمپانی گروپ 25% مال ایران بود که چند میلیارد دلار میشه پول بود. گروپ چیه؟ کمپانی گروپ، من اون موقع یادم میاد بچه که بودم یک مطلبی هم نوشتم توی روزنامه مردم که تهران منتشر میشد زمان شاه که یک و تو نبرد ما گفتم ای کاش از این واما علازت به منم میداد که منم رفتم خودم یه روزنامه در میبودم، یک ستون داشتم به نام ای کاش. ای کاش میرفتم هم دبیرستان، یعنی 14-15 سالم بود موقع. بعد بنز، BMW، ولوو، فلوکس واگن، این ماشین ها در این گروپ ساخته میشه. تا الان ایران تو شریک، پول ایرانی که ندادن که، پول شارک که ندادن که، ولی نه هر از چندی که زور میزنن یه کار میکنن، گروگان میگیرن، اوریدوف زدن، بس رو رئیسش بود، بعد رئیس ایران شده کشتن اینا، به مال پول از این ما بگیرن تاره، گروپ، چندی میلیارد. این دو تا داشتین انگلیس. انگلیس برای فاضلابشو که میخواست بزنه به کمپانی آب در انگلیس شاه چند میلیارد دلار وام میده. وام ده. نفت شمال رو 3-4 سال قبل از اینکه انقلاب سیاه پیروز میشه انگلیس نفت شمالش که داره میدانهای گاز پیدا میشه، میخواد میدانهای گاز رو مورد بهره برداری قرار بده، پول نداره. ایران باید شریک میشه. ایران که شریک میشه 10% مثل اینکه بیشتر ایران شریک میشه با پولی که میده. به هر حال پول میده چند میلیارد پوند اونجا شریک. تا الان که من دارم با شما پولا داده نشده. این وام چند سال شده؟ 44 سال. 1,000,000,000 دلار اون سالها الان 300,000,000,000 دلاره. این یادتون نره، 1 به 300. شما نسبت به دلار 6 تومانی حساب کنید و الان دلار چنده؟ 6 تومن بوده زمان پادشاه. اینا برای که پولار ندن کنفدراسیون منفدراسیون که ساحل کمونیست پومیست دارم برون تظاهرات کنید برید. بعدم هر روز کار شکنی بشه که ایران آزاد نشه. تا ایران که آزاد بشه پولا رو باید پس بدن که 44 سال گذشت. فکر کردی همین بود؟ تو هر کشوری رو که بگی از این برادر افغانستان تا پاکستان تا هند تا مصر، مصر مرد بود انور سادات اصلا نده نوش جانش مصر، تا مصر
آفریقای جنوبی، لهستان، بلغارستان، اینا، یعنی اتحاد جماهیر شوروی اون موقع دومی نبر بود، میلیاردها دلار وام از ایران گرفته بودن. همین سر جاش، مهمتر از همه امریکا. ایران وقتی که اوریدیف رو شریک میشه که اتمش رو فرانسه را بندازه، قراردادشون با پادشاه اینه، قراردادشون اینه که ایران بتونه اورانیوم غنی شده از اونجا بگیره برای اسلحه اتمی استفاده کنه. اون موقع از حرفا نبود که این حرفا نبود اسلحه اتمی خود را هم استفاده کنه. پاکستان داره، اسرائیل داره، فلان داره، ما هم داشته باشیم. اصلا مفروختن به خود اینا مفروشن که بعدا انرژی اتمی اومد تو کار. همین رقابت فروش اتم رو آمریکا هم داره میاد وارد قرارداد میشه. حالا از اینها که شما بگذرید، آمریکا بانک های بزرگش، یکیش از بزرگترین بانک ها بانک نلسون و دیوید راکفلر بود که بانک های دیگه زیر پوشش اونا، او بالا اونا بانک های اصلی هن، این پایین که وام میده بره خانمان اینا میده، اینا از اون بالا یه پول میگیرن، یعنی تا ورشکست بشه پولا بهش نرسه یک بیمه داره، از اون بیمه میگیره، یارو پولش جاش میمونه. میلیاردها دلار شاه با راکفلر سرمایه‌گذاری کرده بود، پول ایران دستش بود. البته راکفلر و کیسینجر اینها باید که خب تو تئوری کمربند سبز بودن و چه بودن اینا، ولی رفقاتشون با شاه تلاش کردن که شاه رو بپذیره آمریکا، حتی پیش جیمی کارتر راکفلر بارها رفت اینا، ولی میلیاردها دلار پول جدا از یک جای دیگه بود پیش اون هم بود. متوجه شدین؟ وقتی که انقلاب میشه، انقلاب سیاه، دیگه پولا رو که نمیان بدن بهت، تموم شد، رفت به کارش. بعد سرمایه گذاری های هنگفت دیگه که ایران در آمریکا کرده، فقط من یه نمونه شما بگم. شما یادتون نیست کمپانی پان امریکن؟ پان امریکن یه کمپانی هواپیمایی بود، چند سال پیش گفتن چیش کرده؟ ورشکست کرده. یکی از هواپیماهاش هم زدن، گفتن این جمهوری اسلامی زده. من همون موقع با جنرال هانری پاریس، مشاور نظامی رئیس جمهور فرانسه، مصاحبه کردم، واسه غیر ممکنه که ایران بتونه بره اون نزدیک آمریکا، ایران رو بزنه، غیر ممکنه. گفت کشتی هم اگه بخواد بره اونجا، وقتی بخواد بشه معلوم بره که چی میشه، به آمریکا هم زنن کشتی دیگه، آمریکا همه جدا یه خود اینا زدن با موشک، یک موشک زدن به پان امریکن، یکی از هواپیماهاش، که این سهامش بیاد پایین. وقتی سهامش اومد پایین، اعلام ورشکستگی میکنه بره پولای ما رو بالا بکشه. یکی کمپانی پان امریکن بود، مال ایران بود، سهام بالایی داشت. میلیاردها دلار دیگه، حالا جدا از اینکه یک بنیاد علوی رو شما شنیدین که تو آمریکاست، یا بنیاد علوی شین، او اینقدر چیزا، خونه ها و کاخ ها و جای دیگه بود که اصلا بعضی وقتا به نام شخصی خانواده پادشاه خریداری شده بود. همه اگه کسی تا چیزی دستش موند خب استفاده چی کرد، این نکرد، اینا خودی سیستمای حکومتی بالا گرفتن، تا الان هم ندادن. اینا به فکر پولن فقط، اینا به فکر چیز پول رو هر کی دار. الان اینا توی یک سال دنیا حمایت کرد از انقلاب مهسا، دنیا حمایت کرد. همه شما کسی پیدا نمی کنین غیر از این چهار تا کشور گداگشنه تازی که با جمهوری اسلامی هست، همه پشتیبانی کردن، همه رفتن گفتن، ملت ایران نکرد. یعنی 90 میلیون 80 میلیون مردم ایران آریایی از 9 میلیون 6 میلیون 5 میلیون تازی حاکم ترسیدن و نرفتن از بچه‌ها پشتیبانی کردن، می‌کردین که والا سرت نمیومد که اینا بمونن که. بعد اینا چون پولشون رو می‌خوان، منافع مالیشون رو می‌خوان، میرن با ایران می‌سازن. تقصیر شما، تقصیر شما بود. و بعدم یادتون نره ایران بهتون بگم بدونید، از همون شاه رو که اینقدر خدمت به ملت ایران کرده بود، کاری کردن که تو خود کاخ به شاه توهین بکنن.
اینها من با امرای ارتش نزدیک شاه، خانواده شاه، دختر و پسرش لیلا و علی رضا با احترام ازش یاد میگم، دوستان من بودن، صحبت میگم. آقا تو کاخ توهین میکردم به اینا، چهبانه هم اینو گفته تو خاطراتش دیگه داره میگی تو کاخ نامه تهدید بزن تو تخت خواب. وقتی اینقدر مردم خر سادات تازی هستن که فکر میکنه چون یارو سید اولاد پیغمبره از شاه مملکت ارزشش بیشتره، خب اینطوری میشه دیگه؟ شاه اون همه خدمت بکنه به اون مردم، ناسپاسی کرده چنابهش، الان هم ناسپاسی کردید به خون مهسا، به خون رهنورد، به خون کیان، به خون بچه‌هایی که فیلماشو برید مرور کنید، بهتون نشون نمیدن برید مرور کنید، چون همه جا نفوذ دارن، همه جا فلان میکنن، کنترل میکنن، فلان میکنن اینا، برید نفوذ ها رو ببینید، آقا فیلم ها رو ببینید، بچه ها قهرمانانه تو کوچه، تو خیابون، تو جاهای پر جمعیت، کم جمعیت داره میزنه یارو، میریختن میزدنش با کنفو بکنه. شما کجا الان وایسید تماشا میکنی دختر فریاد میزنه اسکول من به فاطمه سکینه رقیه کار ندارم، من آریاییم، اونو بر عمت باید تو بچه رو بگیرید دست و پاشو ببوسید تو دختر رو همونجور نگاهش میکنی، تلفن یارو رو میزنه که داره فیلمش میگیره، بزنید همه مانه رو بدبختا. خب نمیکنید، 90 میلیون ایرانی از 9 میلیون سادات تازی بنی هاشم میترسید، خواهیم برای سرتون میاد و هم 90 میلیون تونم شما که دیگه مسلمان هم که نیستین. خب شجاعانه بین در میدان به یزدان سوگند و اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی سوگند، انسان وقتی میمیره نابود نمیشه، جایگاهش عوض میشه، جایگاهش عوض میشه، چون روان هست که انرژی و نور در کالبد انسان هست که انسان رو راه میبره. این کالبد اگه رفت روان تو هست، زندگی بهتری خواهی داشت. حیوانات بهتر از ما زندگی میکنن، حیوانات همه دانان. الان شما با این جف رسانه‌هایی که رایانی کرد، شما برید روی همین اینستاگرام جای دیگه همش حیوان نگاه کن، بذار ببینی حیوانه استاش صاحبش نجات میده، حرف میزنه گوش میکنه، دایره برات میزنه، میرقصه برات، بچه میگه حفاظت کن، میگه حیوان میفهمه. خب انسان که برتر از ویه، باید بهتر بفهمه. ما یه گربه ای داریم بارها دیدیش، آقای جیلبر، چند سالی که ما وقتی که برای نوئل جشن میگیریم اینا، یا مثلا کلا تا مهمون میاد تو خونه، این میره غیبش میزنه، میره بیرون هست تا مهمونا میرن، بعد یا میره اومد درود بر اهورامزدا آفریننده توانا، درون به روانهای پاک. ما لایک خردگرا هستیم، هیچ دین رو هم قبول نداریم. روان پاک رو فرانسوا میتران میگفت من به فورس دو لسپری، به قدرت روان و روح باور دارم، اون روان و روح حاکم بر هستی خداست. من برای روز بهش گفتم، دو روز مونده به نوئل، بهش گفتم جیلبر فردا شب مهمون داریم، 20 نفر میام، نکنه بذاری غیبت بشه بری، ها تو باید حتما با ما باشی مثل سال قبل، نذاری بری یا کلا اخی مهمون میاد میذاری بری باشی با ما. گفت چشم، کلاش تو کد خب تو حیوان نداری باورت نمیشه، شما که خونه میگی نجسه، نجسه پشمش، به ما خود پاش به ما خود نجسه، نجس منم. حیوان سگ و گربه باشون حرف بزنید، با حیوانات اونایی که دارن حرف بزنید. اون احمق ها اگه مادر بزرگ منم هست، پدر بزرگ منم هست، تو آدمش کن، ذهنشو پاک کن، نگو خواهد در بزرگ که ما نگاه کنیش برم، لنگ کفش برداشته گربی ما رو زده، سگ ما رو زده، تو لنگ کفش بزن به مادر بزرگت اگر حیوانی رو زد. این عصر جدید، دوران اوستایی ایران
روشنگری ایران اینه. تمام شد اون مزخرفاتی که ما در بزرگ که با قربونش برم اون چادر و چاکچور و رونما خب احترام بذارم به عقیده یعنی چی خریت هست و بس. شب نوئل جیلبر گربه تا آخر تو همینجا بود، از اینجا خارج نشد. وقتی میدید چروخ شده اینا دارن مرفت، نه مرفت زیر اون درخت. بعد وقتی تا منشستن میامد دور میزد رو زمین همه میرم گوش کردن فلان به یزدان سوگند الان تا یه قضیه جدید چی دارتون داد میزنم جیلبر بیا. بعضی وقتی تو خانه همسایه او بره ببینم بشه مثلا یه هم بوده بوده میاد. مردم اینقدر به حیوانات فوش میدید، هر کی رو که بد چه میگین حیوان 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 از من بهتر میفهمه. این چازی ها رو بیرون کنین از اون سرزمین، این جنایتکاران این تروریست ها رو، اینهایی که تا همین الان گور یعقوب لیث رو متروکه کردن، گور کوروش متروکه است، خرابه است، چیزی نداره اونجا. بعد از قاتلان ما، کسانی که ما رو کشتن و تکه تکه کردن، گنبد بارگاه ساختید مردم. یکی از دوستان به من گفت که امام حسین در قادسیه و جنگی که عمر حمله میکنه به ایران 10 ساله شده که بچه 10 ساله که نتونه بچه. گفتم تو از ایران که یه صحبت میگفت؟ آره. گفتم این حرف یک آخوند بهت گفته، تو رفتی ازش پرسیدی گفتی سیاوش اوستا اینو گفته و تو یه جواب داده. گفت آره. گفتم بربورت برم، آدم صادق رو از راه تو میگوزم. حالا ازت یه خواهش میشه بکنم؟ گفت بفرم. گفتم مثلا 5 تا آخوند رو من به تو میدم، تو بانی پیش یه 5 تا آخوند ضبط هم بکن، از یه 5 تا آخوند بپرس بگو امام حسین حمله به ایران دست داشته یا نه. تنها هم باشی، هیچ کس تو اتاق نباشه. گفتم نه ترس آخوند با جلق در نمیاد، بکنی یک کاری. ما خوشبختانه بچه های اینجوری داریم تو ایران. چاکر شوستم هم برو. گفت باش آقا اوستا، ما این کاری میکنم ولی میدونم که امام حسین 10 سالش بوده از که زرفت چاکر رو. گفت دانه این کار با علی که گفته که مشاور بوده که باباش اینا رو تو ایران برو بپرسد. اگر جوابت نگرفتی باز به من تلفن کن، من جواب تو خودم بیدم. چند روز گذشت پیغام داد به منو، بعد گفتم بهت زنگ میزنم و بعد باش صحبت کردم. چیکار که گفت آقا اوستا معذرت میخوام، خیلی خر بودم من، خیلی معذرت. گفتم چی شد؟ گفت 5 تا چیه؟ همون آخوند اولی که گفتی امام سفیده. گفتم آره. گفت رفتم همه را پیشش. گفتم به خب قطار سوار شدم رفتم پیشش، شلوغ بود و فلان اینا. گفت آقا ببخشید من مسئلتون. گفت بگو بابا جون بگو. گفتم مسئلتون خصوصیتون. میگه گفت باشه باشه بچه ها بریم بیرون. بگو. میگه آقا خواهش میکنم از ما، از شما خواهش ما اینه که ما که آخوند و طلبه و اینا نیستم، به جون شما نه نماز اینا نمی کنم، اصلا اسلام رو گذاشتم کنار، آمدم پیش شما یک خواهش یک سوال دارم. خب بگو. بگو. گفت امام حسین تو حمله به ایران نقشی داشته؟ میگه به من نگاه کرد گفت تو رو سیاوش اوستا فرستاده. گفت چطور آقا؟ گفت حالا افشاد از این مشتری برای ما فرستاده. گفتم نه آقا آمده تو کله خودمان، ما تو کله خودمان همینجور. گفت خب آخی تو که میگه از فرانجا آمدی در اینجا نیستی، یکی جور فرستاده بر رفیقاش. میگه بعد این قضیه خلاصه کنم حالا حاج آقا به ما بگو. گفت نه به ما نگو حاج آقا، حاج آقا یعنی لواتگر و لواد کن، به من نگو حاج آقا. مگه همون اوسته نگفته من بگو دکتر؟ من دکترم آیت الله هم نیستم. میگه حالا لباس اینا همه پوشیده بود دوربرش مریدا چیزی که توشکش پول بهش میدادن. میگه بهش میگه با پسر جان گوش کن، حتما یک آخوند دیگه بهت گفته که 10 ساله بود. مهربان یاران به پایان برنامه میرسیم. با سپاس از برادرم مهندس امیر شجره بدرود. پژوهشگر نویسنده، ایشون از جمله نویسندگانی هستند که آثار متعددی
در فرانسه که محل اقامت و سکونتشون هست منتشر کردن، که البته از مرز فرانسه این کتاب ها به همه نقاط جهان رسیده و شهرت دکتر حسن عباسی امروز نه تنها در ایران بلکه در محدوده جغرافیای فرانسه هم حتی نمی گنجه، یعنی حالت جهانی پیدا کرده. جناب دکتر عباسی به خاطر چهارمین چاپ کتاب آیین اوستای خودشون که به سه زبان فرانسه که آقای آشنا هستید، سیاوش اوستا، جایزه بزرگ گراند پری اومانیته یا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو، جایزه تلاش رو دریافت کرده. یاره یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چار فست، ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا نته کشونه خدا عاشقی چیزاله. خواستم بخونم مربوط به یک کشتیست و یک مراسمی در روی آن. قضیه این استش که یکی از دوستان عزیز ما در پاریس مادرشون در مشهد به رحمت ایزدی می‌پیونده، آقای دکتر حسن عباسی، و مدیر مسجد شهر فرنگ دارد و آقا ایران در این شهر و نویسنده کتاب قرآن سوری به سبک فارسی و از میترا تا محمد، و ایشون و مادر بزرگ همین بچه و بعد سنت شکنی کردن و نوشتن که سانه سنت شکنی بزرگی در تاریخ سوگواری و عزاداری مرسوم به ایرانیان نموده و مراسم یادبود مادر را در سالانی مجلل که بیشه جشنی فستیوال چه تولد و کنسرت هست برگزار نموده و با پخش آهنگ های ایرانی هنرمندان که به یاد مادر خوانده بودند برنامه یادبود را آغاز نمودند. مراسم چهرانی مادر برای روز سن و در یک کشتی باشکوه با حضور کمی از دوستان هنرمندان برگزار شد. از تصادف کار هنرمندان عزیزی که از آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی سابق برای انجام کنسرتی به پاریس آمده بودند در این مراسم شرکت نموده و با موزیک و آوازهای حماسی و پرشور آذری یاد جاودان روح و روانهای انسان را گرامی داشتند. این سنت شکنی بزرگ که در سوک عزیزی با آهنگ و پایکوبی و با او بدرود بگویند مورد توجه همه حاضرین و دیگرانی که خبر آن را شنیدند واقع شد. امید است که این شیوه فراگیر گشته و ایرانی جز به شادی نکوشد و حتی در هنگام های سخت زندگی با بعض آهنگ روح با بعض آهنگ روح و روان حاضران را دیگرگون نموده و روان رفتگانشان را نیز شاد. لبت بخنده وارفته ای گل رو لاله ی گوش داری یه دست سنبول، عشقت نبینو به روی مشکول، دردت به جونو ای خدا فدات کنم جون، خونومت با بیقراری تو چو آهوی فراری. بسیار مهمی که میخوام بهتون بدم، از سر تا سر دنیا شما میتونید برای ما برنامه های ویدئویی بفرستید از طریق یوتیوب، youtube.com/mehrtv، youtube.com/mehrtv. شما از این طریق میتونید مستقیم با تلفن دستیتون فیلم برداری کنید برای ما بفرستید، یا تو کامپیوترتون بذارید برای ما بفرستید، ما ازش استفاده میکنیم. به همه دیگه هم خبر بدید youtube.com/mehrtv میتونید تمامی برنامه‌های خودتون رو، خبرهای خودتون، هر اتفاقی در ایران میفته توسط فیلم برای ما بفرستید. یارانید مهربان mehrtv.com هم میتونید برنامه ما رو اونجا روش ببینید. دستان گرم همه شما رو میفشارم و تا برنامه دیگر همه رو به خدای بزرگ. خیابان شانزلیزه در پاریس پاساجی هست که یک ایرانی بهترین توصیفی است که ایرانی بکنیم که بگیم واقعا ایرانیه. امروز اونجا کم پیدا محلی برای ایرانیان درست کرده به اسم شهر فرهنگ، در حالی که به اعتقاد من بهش هیچ وقت نگفتم. روزی که رفتم گفتم اینجا شهر فرهنگ نیست، اینجا تهرانه، اینجا ایرانه، اینجا هر طرف نگاه میکنی وطن میبینی.
حالا اون روز نگفتم امروز روی ار میگم، اونجا واقعا تهرانی در قلب پاریس درست کرده ایشون.